أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا. از آیات گذشته بحث منافقین آغاز شده بود و امراض و فسادات منافقین را قرآن مجید یادآوری می فرمودند. یکی از اون امراض که اول خواندیم لا تفسدوا فی الارض، فساد می کردند، اسرار را به یهودی ها می گفتند، به کفار و مشرکین می گفتند. دوم به آنان گفته شد که مثل صحابه ایمان بیاورید، نسبت به صحابه اونها توهین کردند، سوء ادب داشتند. و سوم این آیه که خواندیم، هرگاه که با مؤمنان ملاقات می کردند، مواجه می شدند، روبرو می شدند، اظهار ایمان می کردند، اما وقتی که پیش شیاطینشون می رفتند، پیش سرداران شیطان صفتشون می رفتند، اونجا می گفتند ما با شماییم و در واقع ما داریم مسلمانان را مسخره می کنیم، استهزاءً با اونها عمل می کنیم و برخورد می کنیم. الله عز و جل این خباستشون را، این فسادشون را اینجا یادآوری فرمودند. و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، هرگاه که ملاقات میکردند، برخورد میکردند با آنهایی که ایمان آوردند، میگفتند ما ایمان آوردیم. اما و اذا خلوا الى شياطينهم، ای خلوا ذاهبين الى شياطينهم، تنها میشدند و میرفتند به سوی شیاطینشان، به سوی رؤسایشان. قالوا انا معكم، به اون رؤسا می گفتن ما با شماییم، ما در کنار شماییم، ما هم کیش و هم عقیده شماییم. پس این سوال برای اونها پیش می آمد که پس شما در صف مسلمانان چه کار می کنید؟ انما نحن مستهزئون، این جوابشون بود، ما مسخره می کنیم اونها را، استهزا می کنیم. اینجا که استهزا را و مسخره را نام می بردند، الله عز و جل پاسخ دادند. الله یستهزئ بهم، الله آنها را استهزا می فرماید. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، و الله عز و جل آنها را در طغیان و سرکشیشان می کشد، کش می دهد که یعمهون، سرگردان. یکی هست عمیه که قبلا شما خواندید، واژه عمیه به معنای کوری چشم می آید، صم بکم عمیون. اما واژه دیگر هست عمه، آخرشه یا نیست ها هست. عمه به معنای کوری دل می آید، عمه به معنای سرگردانی می آید. لذا الله عز و جل می فرماید که خداوند اونها را در طغیان و سرکشیشون می کشد که کوردلن، سرگردانند.
هر سؤالی که ایجاد میشه، سؤالی که درست میشه اینه که الله عزوجل چگونه اونها را استهزا میفرماید. به چند صورت این جواب دادن. بعضی گفتند که خدا اونها را استهزا میفرماید، معنیش اینه که جزای استهزایشون را میدهد، کیفر استهزایشون را میدهد، عذاب استهزا را به اونها میدهد. چنانچه علامه قرطبی همین نوشته که این ینتقم منهم و یعاقبهم. الله استهزا میدهد به این معنی که از اونها انتقام میگیرد و اونها را عذاب میدهد. ینتقم منهم و یعاقبهم و یسخر بهم، اونها را گویا خدا مسخره میکند. و یجازیهم علی استهزائهم، اونها را بر استهزایشان جزا و کیفر اعمالشون میدهد. خب فسمی العقوبت به اسم الذنب. پس ببینید در واقع این عقوبت استهزا است، عذاب استهزا است، اما این عذاب و عقوبت را نامگذاری کردم به نام خود گناه. گناهشون چی بود؟ استهزا بود. پس عقوبت نامگذاری شد به نام گناهشان. این یک جواب است. جواب دوم اینه که نه، خدای عزوجل با اونها همین معامله مسخره کنندگان میکند. یعنی خدای تعالی اونها را فورا مؤاخذه نمیکنه، با وجودی که اونها مسخره میکنه مهلتشون میده، دستور میده بر اینها احکام اسلام اجرا بشه، اینها را اجازه بده تو صف شما نماز بخونن، اینها را اجازه بده تو صف شما در جهاد بیان، غنیمت به اینها بدید، بقیه احکام را بر اینها اجرا کنید. خلاصه کم کم اینها را میبرد، اینها خودشون نمیدونند. این نوع مسخره به اونهاست تا اینکه اینها به عذاب خدا هر وقتی که الله مقدر فرموده به اون عذاب برسند و به کیفر اعمالشون ناگهان برسند. این جواب هم هست. و اما یعاملهم سبحانه و تعالی معاملت الاستهزاء، با اونها معامله استهزاء میکند. اما فی الدنیا، اما فی الدنیا در دنیا چطور؟ به اجرای احکام الاسلام و استدراجهم من حيث لا يعلمون، احکام اسلام بر اونها اجرا میشه، تدریجا اونها را میبرد به همون مرحله عذاب از جهتی که اونها اصلا نمیدونند. پس الله اونها را استهزا میفرما و یمدهم فی طغیانهم، در طغیان و سرکشی میکشاند اونها را که اونها سرگردانند. و اولئک الذین اشتروا الضلاله، این نتیجه نفاق است در دنیا. بنویسی ثمره نفاق، نتیجه دنیوی نفاق. الله می فرما اینها کسانی هستند که خریداری کردن ضلالت را در مقابل هدایت. البته اشترا به دو معنا می آید، یا اینکه اشترا به معنی اختیار است، اختیار کردند گمراهی را در مقابل هدایت. یعنی جلوی اونها دو راه بود، یک راه ضلالت، یک راه هدایت. اونها از این دوتا کدوم را اختیار کردند؟ اشتروا الضلاله ای اختاروا الضلاله، ضلالت را اختیار کردند بر هدایت، بر هدایت ضلالت را ترجیح دادند. این معنا هم درسته. معنای دوم اشتراء به معنای خریداری هست، به معنای واقعیش هست. خب ضلالت را خریدند، چی دادن؟ هدایت دادن. معنیش این میشه، یعنی ضلالت مبی هست و سمن چیه؟ هدایت. هدایت را اونها به عنوان سمن دادند و از دست دادند، ضلالت را خریدند. حال سوال میشه که مگه اونها از کجا هدایت داشته؟ اونها که از اول کافر بودند، از اول منافق بودند، گمراه بودند. جوابش اینه که منظور از هدایت اون هدایت فطری هست که در فطرت هر انسان وجود دارد. اونها هدایت فطری که داشتن، فطرت الله التي فطر الناس عليها، این فطرت الهی هست که هدایت فرموده همه مردم را، همه مردم بر آن فطرت هستند. اون هدایت را اونها فروختند
و در مقابل چی خریدن؟ گمراهی و ضلالت. لذا الله می فرماید در این تجارت اونها سود نبردند و بلد نبودن اصلا تجارت را. الله می فرماید اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اینها کسانی هستند که خریداری کردن گمراهی را در مقابل هدایت. فما ربحت تجارتهم، این تجارتشان سودمند نشد، فایده بخش نشد. و ما کانو مهتدین، این علت است، علت این است که اینها مهتدین نبودند، بر هدایت نبودند، اینها بر هدایت نبودند، اینها گمراه بودند. که یا اینکه این معامله را کرده، یا اینکه علتش چرا این معامله را، این معامله خطرناک و این معامله که این همه ضرر و زیان داشت برش انجام دادند، به دلیلی که بلد نبودند و ما کانو مهتدین. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، یکی از سنت های الهی در قرآن کریم این هست که مسائل را در غالب مثال تفهیم می فرماید. قرآن زیاد مثال بیان می فرماید و مثال های بسیار زیبایی. و مثل یه چیزی هست که انسان را، هر انسان کودنی باشد، او را خوب تفهیم می کند، خوب حالیش می کند. می گویند در کتاب انجیل یک سوره هست به نام سوره امثال، تمام اونجا مثل است. قرآن کریم هم مثل زیاد دارد برای تفهیم مسئله، برای توضیح مسئله. اینجا دو تا مثل خدا بیان می فرماید، مسئله برای همین مریضان، برای همین منافقین که اینها مثالشون از نظر گمراهی، از نظر اینکه مریضیشون لا علاج هست چیه. الله می فرماید دو تا مثال. اولین مثال که مثل کسی که آتشی روشن میکنه، خب اطراف آتش مردان زیادی هستند، جماعتی هست، گروهی هست، آتش که روشن میشه همه میخواند از روشنی آتش استفاده بکنند، از نور آتش استفاده بکنند. اما وقتی که روشن میشه و قابل استفاده میشه، خداوند نور اون آتش را میبره، خود آتش را میبره، خود آتش با نورش میره، اینا در تاریکی محض میماند. این مثال اول برای منافقین است که ابتداءن اقرار میکنن به ایمان، اقرار میکنن به اسلام. این اقرار اونها، این اعتراف اونها، این کلمه خواندن اونها میمانند مثل همون روشن کردن آتش. و بعد همین اقرار برای اونها فواید و منافعی داره، از شمشیر مسلمانان در امان هستند، از تعرض در امان هستند، مال و جانشون محفوظه. و باز در کنار مسلمانان گاهی منفعت مالی دیگری هم بهشون میرسه. اما وقتی که کم و بیش منافع میبرن، خدا این نور را از بین میبره. یعنی چه؟ خداوند عز و جل افشا میفرماید نفاق اونها را. الله تعالی اظهار میفرماید نفاق اونها را و ذکر میکنه که اینها اهل نفاق هستند. وقتی که نفاقشون ظاهر بشه، رسوا میشند. تمام منافع و فوایدی که از این ایمان ظاهری اونها داشتند، همه این منافع و فواید را از دست میدهند. این مثال اول است. دقت بفرمایید ترجمه آیات را. الله میفرماید مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، مثال اینها مثال اون کسی هست که استوقد نارا،
روشن میکند آتشی و اینجا اندماج است، اندماج است. و فیه رجال قاعدون، یا و حوله رجال قاعدون، اونجا اطرافش مردانی هستن نشستند و از نور آتش استفاده میکنند. فلما اضاءت ما حوله، زمانی که روشن می شود ما حولش، میبینید که فوائدی که از مسلمانان نصیب اونها میشه. فلما اضاءت، منظور همین فواید است. ذهب الله بنورهم، الله نورشان را از بین میبرد. نورشان را از بین میبرد یعنی چه؟ یعنی نفاقشون ظاهر میشه و فواید و منافعشون از بین میرود. الله نورشان را از بین میبرد و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، و آنان را میگذارد در تاریکی های محض که نمیبینند، هیچ اطراف خودشون را نمیبینند. اون وقت صمم بکم عمیون، هم کر هم لال و هم کور میشند. فهم لا یرجون، بر نمیگردند، از کفر به ایمان بر نمیگردند. خب بر اساس تقریر و توضیح جمهور، این مثال اول منافقین بود. اما نظر شیخ ما رحمه الله حضرت حسین علی فرق دارد. ایشون میفرمه این اولین مثال مال منافقین نیست، این مال کفار است و مشرکین است. دومین مثال مال منافقینه. اینجا بعد از مسلمانان که در عرض کنم پرتو صفات متقین اهل ایمان ذکر شدند، بعد از مؤمنین و بعد از متقین خدا دو گروه را ذکر کرد. اول گروه کفار بودند، ان الذين كفروا سواء عليهم. دوم گروه منافقین. پس شیخ رحمه الله معتقد است که مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، این مثال کفار هست، مثال مشرکین هست. او کسیب من السماء، این مثال منافقین است. چطور مثال کفار است؟ ببینید تطبیقی که حضرت شیخ رحمه الله ذکر می فرماید به این صورت می فرماید که مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، مثال اینها مثل اون شخصی هست که آتشی روشن کرده. این کسی که آتشی روشن کرده، مراد از این رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است. آتشی برای اینکه نور بده، برای اینکه مسیر روشن بشه، برای اینکه مردم استفاده بکنند. اشاره به اون دعوتی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم آورده، اشاره به اون چراغی هست که رسول الله روشن کرده، چراغ توحید و شعله و نور ایمان. پس اون را تشبیه دادن، اون دعوت را به چی؟ به آتش. فلما اضاءت ما حوله، وقتی که اطرافش را روشن کرد، یعنی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در مکه دعوت دادند و اطراف روشن شد. اطراف روشن شد یعنی مردمان شهرهای دیگه استفاده کردند، خود مکه و اهل مکه استفاده نکردند الا قلیلا. وقتی که اهل مکه ناسپاسی کردند، اهل مکه ناشاکری کردند، استفاده نکردند، خداوند این نور را از اونها گرفت. ذهب الله بنورهم، خداوند نور آنها را برد. یعنی رسول الله از اینجا هجرت کرد و رفت به مدینه منوره. و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، و آنان را گذاشت در ظلماتی که نمی دیدند. یعنی نور ایمان، نور هدایت و نور قرآن از اونها گرفته شد. بعد از اون دیگه در مکه هیچ تبلیغی برای توحید، برای ایمان نبود، تلاوت قرآن نبود. صم بکم عمی فهم لا یرجعون، یعنی این اهل مکه صم بکم عمی ماندند، کر و کور و لال ماندند، لذا اونها از کفر به ایمان رجوع نمی کنند. و اون چی که شیخ رحمه الله می فرماید والله عالم، ولی به واقعیت نزدیک تره، چون که سمم بکمون عمیون اینن هم معنای اون آیه هست که درباره مشرکین شما خاندید، ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على
ابصارهم غشاوه. اونجا هم همین مهر جباریت، ذکر مهر جباریت و محرومیت از ایمان بود. اون صفت مالکی بود، مالک کفار مشرکین. اینجا هم صم بکم عمیون هست. و همچنین وصفی که برای کفار بیان شد، شما خواندید ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. خب هم معنای اون آیه هست صم بکم عمیون فهم لا یرجعون. پس عیناً اینجا جزایی که ذکر شده در واقع این جزا هم خانی دارد با جزا و با صفات کی؟ کفار. به این خاطر بهتر به نظر میاد که این مثال مثالی کی باشد؟ کفار و مشرکین باشد. مثال منافقین دومی مثال است که می آید. و همین جا سمون بکمون عمیون فهم لا یرجعون، اون چی که مفسرین تفسیر کردن دقت داشته باشید، اینن اون چیزی هست که معمولا برای کفار گفته میشه. چنانچه تفسیر مدارک نوشته کانت حواسهم سلیمه، حواس اینها سالم بود ابتداء، چشم گوش قلب، ولكن لما صدوا عن الاصاغه الى الحق مسامعهم، وقتی که خودشون بستند گوشهایشون را، از چی بستند؟ از اینکه حق را اصاغه بکنند، حق را گوش کنند، بستند خودشون. و ابوا ان ينطقوا به السنتهم، انکار کردند از اینکه زبانشون حق را بگوید. و ابوا ان ينطقوا به، ان ينطقوا به السنتهم و ان ينظروا او يبصروا بعيونهم، و همچنین انکار کردند که نگاه کنند و ببینند با چشمان خودشون حق را. پس خودشون جلوی این حواس را گرفتند. جعلوا كانما ايفت مشاعرهم، علامه نصفی میفهم اینها پس مثل کسی شدند که مشاعر یعنی این حواس اونها آفت زده شد، آفت اونها را زد، چشم کور شد، گوش کر شد، زبان لال شد. پس اینها خودشون این کار را کردن، پس اونها بر نمی گردن هیچ وقت از کفر به سوی ایمان. او کصیب من السماء، این مثال دوم است، یا اینکه مثل ابری از آسمان. اگر مثال اول مال منافقین باشد، او للتخییر است. او برای چی است؟ تخییر. یعنی ای مخاطب اون مثال را اختیار بکن یا این مثال را، هر دو مثالشون هست. این اود للتخییر میشه در صورتی که عامه مفسری میگن این مثال و اون مثال هر دو برای منافقین است. اما بر اساس گفته شیخ رحمه الله اول التنویع هست، نوع دیگر از مثال. اون نوع اول مال کفار بود، این نوع دوم مال منافقین است. خب الله عز و جل در این مثال ذکر می فرمه مثال اونها مثل ابری هست از آسمان، او کصیب من السماء. صیب هم باران را میگن، هم ابر را میگویند. خب از همین ابتدا تطبیقات را عرض می کنم. مراد از صیب و ابر ایمان و قرآن است. ایمان و قرآن است که خدا از آسمان فرستاده، او کصیب من السماء. فیه ظلمات و رعد و برق. اما در این ایمان، اسلام، قرآن چی هست؟ ظلمات، تاریکی ها هست. تاریکی ها یعنی چه؟ یعنی شدائد و تکالیف. آقا جهاد کن، آقا نماز بخوان، مالت را انفاق بکن، اینا چی هستن؟ برای اونها سختند. و رعد هست، رعد صداهای مهیب، همین وعیدها، همین تهدیدها، همین تخویفها. و همچنین برق، برق یعنی نور و روشنی هم است. گاهی در همین آیات برای اونها چی هست؟ فواید دنیوی هم هست. در همین جهاد برای اونها غنایمی هم هست. پس برق هم منافع مراده. پس مراد ایمان است که در ایمان و در قرآن هم بحث تکلیف است و شدائد و سختی ها هست.
هم تخویف و تهدید هست و هم منافع هست. منافقین وقتی که این نازل میشه چیکار میکنند؟ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، قرار میدن انگشتان خودشون رو. ببینید انسان کل انگشت را نمیتونه تو گوش بکنه، انامل را، یک بند را، اون بندم کامل نمیره. ولی اینجا مبالغه است، یعنی از بس اینا میخوان که اون سوراخ گوش بسته بشه کل گویا اصابع را داخل میکنن در گوش هاشن. من السوائق یعنی من اجل السوائق، من اجل السوائق، سوائق سائقه، همون تکالیف شرعی هستن، همون عرض کنم که وعد و وعیدها هستن. حذر الموت، حذر الموت مفعول له است، ای لاجل حذر الموت. چرا دست در گوش میبرند؟ از ترس مرگ. یعنی از ترس مرگ یعنی چی؟ میترسن که از قرآن متأثر بشن، ایمان بیاورند. ایمان برای اونها مصادف با چی است؟ مرگ است. پس از ترس ایمان در واقع است. والله محیط بالکافرین، الله عز و جل چنین کافرین را احاطه فرموده. یکاد البرق یخطف ابصارهم، نزدیک هست که برق چشمهایشون را برو باید. منظور اینه که حیران بماند، خیره بشه چشمانشون در پرتو هدایت. کلما اضاء لهم مشوفی، هرگاه مسیر برای اونها روشن میشوند در اون میروند. تصور و تخیل بفرمایید یک انسانی را که در شب تاریکی، در هوای بسیار تاریکی، در اون رعد و برق هست، هر وقتی که برق میزنه کمی راه روشن میشه، میره میبینه در پرتو برق راه میره. وقتی که برق نمیزنه تاریک میشه میایسته. لذا میفرماید کلما اضاء لهم مشوفی، هرگاه روشن میشه در پرتو اون راه میره. منظور چی هست؟ منظور اینه که منافقین هر وقتی معجزه میبینند، هرگاه مال غنیمتی به اونها میرسه به طرف اسلام میآیند. اما و اذا ازلم علیهم، هرگاه بر اونها تاریک میشه قامومی استند. یعنی منافعی نیست، تکلیف است، احکام است، شدائد است، سختی هاست، می استند. تفسیر ابن کثیر اینطور نوشته کلما اصاب المنافقین من عز الاسلام اطمئنوا الیه، هرگاه عزتی، غلبه، فتحی، پیروزی میرسه مطمئن میشن، جلو میاند. و اذا اصاب الاسلام نكبه، اما وقتی که مصیبتی برسه، شکستی، قاموا لیرجعوا الى الكفر، اونجا میستن تا دوباره به کفر برگردن. اینطور هستند. لذا الله میفرماید کلما اضاء لهم مشوفی، هرگاه روشن میشوند برای آنها میروند در آن. و اذا اظلم علیهم قاموا، هرگاه بر آنان تاریک میشود قاموا میایستند. یعنی مصائب و تکالیف قرآنی و اسلامی بر آنها متوجه میشه. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، الله اگر میخواست سمع و بصر اونها را می برد، یعنی همه حواس اونها را از بین می برد، تمام صلاحیت ها را از اونها می گرفت. علت این، ان الله على كل شيء قدير، بدون شک الله عز و جل بر هر چیز قادر است، اما الله تعالی مهلت میده هر چیز را سر وقتش. یا ایها الناس اعبدوا ربكم، این آیت داشته باشید که تا اینجا دستور به، تا اینجا ذکر گروه های سگانه بود و با بعضی از مثال هاشون، یکی مؤمنین، دوم کفار و سوم منافقین. بعد از آن الله عز و جل همه را دعوت میده به سوی عبادت، به سوی یکتا پرستی. این در واقع یکی از موارد مهم سوره و مدعای سوره هست. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، در ابتدا عرض کردم که در سوره فاتحه بود ایاک نعبد و ایاک نستعین،
توحید فی العبادت و در استعانت. اون مضمون چند جا در این سوره بیان میشه. اولینش اینه، بعد از مقدمه، بعد از ذکر گروه ها، الله عز و جل دعوت به عبادت میده. و این نکته را بدانید که این دعوت به عبادت مطلق نیست، خدا را عبادت کنید، نماز بخونید، نه، این دعوت به توحید فی العبادت، فقط خدا را عبادت کنید. به چه دلیل؟ یکی که آخر آیه که دلائل را ذکر فرموده، فلا تجعلوا لله اندادا، با خدا شریک نگیری در عبادت، پس معلوم میشه که فقط خدا را عبادت. دوم اینکه مشرکین عبادت میکردند، ما قبلا در مقدمه هم گفتیم مشرکین نماز هم میخواندند، حج میکردند، روزه هم میگرفتند، اما صدقه هم میدادند، اما برای خدا هم میکردند، برای غیر خدا هم میکردند. پس اون عبادت به درد نمیخوره که در اون غیر خدا را شریک خدا بداند. پس الله اینجا چیزی میخواد که فقط برای خدا باشد. به همین خاطر حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما اینو تفسیر میکنه، اعبدوا ربکم ای وحدوا ربکم، فقط ربتون را عبادت کنید و در این عبادت کسی را شریک نسازید. پس این دعوت سوره هست، یا ایها الناس، ای انسان ها، ای مردم، همه مردم را میفرماید، فقط مؤمنین نیستن، اعبدوا ربکم، فقط ربتون را عبادت کنید. من در اینجا مختصرا درباره عبادت توضیح بدم، گرچه در سوره فاتحه عرض کردم. عبادت عرض کنم که در کلام علامه ابن القیم که عبادت را تعریف کرده و همه علما تعریف کردن، العبادت عبارت عن الاعتقاد. اول عبادت از اعتقاد شروع میشه، به عمل میرسد. العبادة عبارة عن الاعتقاد والشعور، که عبد و عابد اعتقاد داشته باشد و این درک و شعور را داشته باشد که بأن للمعبود سلطة غیبیه، که این معبودی که من او را پرستش میکنم، اون یک تسلط غیبی دارد، غلبه ای دارد، سلطه ای دارد. اما این تسلط غیبی در چی هست؟ ای فی العلم و التصرف، یعنی علمش هم وسیع هست، از همه چیز خبر دارد، تصرف و اختیارات و قدرتش هم یشتمل کلش، هر چیز راشم، هر کاری بخواهد میکند. پس برای معبود این چی را داشته باشد؟ این اعتقاد را، بأن للمعبود سلطة غیبية فوق الاسباب، نه تحت الاسباب. مثلا کسی معتقد یک پادشاهی خیلی قدرت داره، از همین جا بخواهد موشک را شلیک بکند، به هر حال 500 کیلومتر اون طرفتر میفته، میزنه شهری را ویران میکنه. خب این ما تحت الاسباب است، سلطه غیبی فوق الاسباب، بدون اینکه از اسباب استفاده بکند. خب یقدر بها علی النفع و الضرر، چنان سلطه ای دارد فوق الاسباب که می تواند هم به من نفع برساند هم ضرر برساند. بله، پس با این عقیده کسی را فریاد زدن، کسی را سجده کردن، برای کسی رکوع کردن، ورد کسی خواندن، برای کسی نظر و نیاز دادن، با این اعتقاد. اونجا هم بنده عرض کردم که احترام که انسان برای پدر و مادر و استاد و مرشد و شیخ هم میگذارد، عبادت در صورتی میشه که انسان اعتقاد باشد اون طرف این سلطه غیبیه فوق الاسباب را دارد. خب پس فکل دعاء و ثناء و تعظیم، هر دعایی، هر ثنا و تعریفی، هر تعظیمی، ینشأ من هذا الاعتقاد، که از این اعتقاد نشأت بگیرد، فهی عبادتون، این عبادت است. ببین وقتی که شما اعتقاد داری خدا عالم الغیب است و خدا عرض کنم على کل شیء قدیر است، الان اینجا نشستی میگه ای الله انت مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک، او را تعریف میکنی، این عبادتش است.
او را سجده میکنی، این عبادتش هست. برای او گوسفند میکشی، این عبادتش هست. پس هر دعایی، سنایی، وردی، خیراتی با این اساس، بر این اساس و این اعتقاد باشه، عبادت حساب میشه. پس الله عز و جل اینجا فرموده اعبدوا ربکم، علامه ابن جریر میگه ای افرد الطاعت والعبادت لربکم دون سائر خلقی، ای مؤمن، ای انسان ها، عبادت را فقط و فقط طاعت و عبادت را برای معبودتون، برای ربتون بکنید، برای بقیه مخلوقات نکنید. خب الله عز و جل برای عبودو اینجا چند تا دلیل ذکر می فرماید که این هم در مقدمه خواندیم. هم این دلائل دلائل انفسی هستند، هم دلائل آفاقی هستند، هم علوی هستند، هم سفلی هستند. الله می فرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای مردم فقط و فقط عبادت کنید ربتان را، الذی خلقکم، آن ربی که شما را آفرید. ببینید شما را آفرید، این دلیل عقلی انفسی هست، خالق ما هم هست. والذین من قبلکم، و همچنین آفرید آنهایی را که قبل از شما بودند، قبل از شما بودند. دو تا مفهوم میتونه داشته باشه. عامه مفسرین میگویند قبل از شما بودند یعنی آبا و اجداد شما، گذشتگان شما، سلف شما. اما شیخ رحمه الله میفرماید که این سوره، این آیه، آیه توحید است. الله می فرماید شما را هم آفرید و اونهایی که قبل از شما بودند و الان شما اونها را عبادت می کنید، منظور معبودان شما را، معبودان شما را هم خدا آفرید، اونها را هم خدای عزوجل خلق فرمود. لعلکم تتقون، جمله معترضه هست، فائده توحید است. یعنی وقتی که شما عبادت کنید فقط خدا را تقوا نصیبتون میشه، پرهیزگاری نصیبتون میشه. این فایده چیه؟ توحیده. خب دو تا دلیل خواندیم، الذی خلقکم یک دلیل، دوم والذین من قبلکم، هم شما را هم پیشینیان را الله آفرید. سومین دلیل این آفاقی هست، الذی جعل لکم الارض فراشا، آن ذاتی هست که قرار داد برای شما زمین را فرشی. و چهارمین دلیل، و السماء بناء، آسمان را سقفی قرار داد، بنایی قرار داد بالای سر شما هست. خب اینها را انسان فکر بکنه، اینها را الله آفرید، خلق کرد. و پنجمین دلیل، و انزل من السماء ماء، و نازل فرمود از آسمان آب، نازل فرمود، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، به وسیله این آب بیرون کرد از زمین، از ثمر بیرون کرد ثمرات را، یعنی از زمین که رزقا برای شما. پس ببینید اینا همه دلایل هستند که معبود شما فقط یک ذات باید باشد. بنابر این فای فسیحه هست، یعنی وقتی که این دلائل را شما شنیدید، این دلائل را باور کردید، فلا تجعلوا لله اندادا، برای الله شریک نگیرید، و انتم تعلمون، و در حالی که شما میدانید، شما میدانید که اینهایی که شما شریک میگیرید هیچ قدرتی از این قدرتها ندارند. تفسیر مدارک نوشته و انتم تعلمون، شما میدونید که انها لا تخلق، این خدایان شما نه خلق میکنن چیزی را، لا تخلق شیئا ولا ترزق، والله الخالق الرازق، و نه رزق میدهم به کسی، خالق هم خداست، رازق هم خداست. بس وقتی میدونید خالق خدا، رازق خداست، اونها را شریک نگیرید، اونها نه خالقن و نه رازق هستند. بله، پس اینها دلائل بودند که از این دلائل ثابت شد در عبادت با خدا کسی را شریک نگیریم. در صورت شریک بگیریم که بدونیم کسی مثل خدا خالق است،
مثل خدا رازق است، در حالی که همه میدونند، حتی مشرکینی که شرک میکنند میدونند که خالق و رازق بغیر از خدا کسی نیست. خب در اینجا الله عز و جل سه موضوع اساسی را ذکر فرموده. اول مسئله توحید، همین که خواندیم یا ایها الناس اعبدوا ربکم، که نتیجهش این شد، نتیجه دلائل، فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. بعد از توحید رسالت است، و این کنتم فی ریب مما نزلنا، و بعد از رسالت قیامت است، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. در این دو تا آیه یا سه آیه خدای عزوجل این سه اصل را بیان فرمود، توحید، رسالت، قیامت. توحید تمام شد، الان بحث رسالت است. و شبهه را الله عزوجل جواب میده. این شبهه اینه که این کتاب که اینطور دلائل ذکر میکنه، این از طرف خدا نیست، این از طرف پیغمبر هست، از طرف خود محمد صلی الله علیه وسلم هست. چون که اگر مال خدا بود، جلوتر میخوانیم که این چه مثال های نامناسبی برای اولیاء و برای صالحین بیان میکند. یه جای مثالی به پشه میده، یک جای تشبیه به عنکبوت میده، یه جای به مگس میده. خب این توهین اونهاست. الله عز و جل میفرماید که اگر شما شک دارید که کتاب خدا نیست، خب شما هم مثل یکی درست کنید. اون مثال را که، اون جواب را که چرا خدا مثال ذکر میفرماید، میاد در ان الله لا یستحیی. اما اول اینکه شما اگر شک دارید که از طرف خدا نیست، خب شما هم مثل محمد صلی الله علیه و سلم بشر هستید، مثل او انسان هستید، زبان شما هم زبان عربی هست، پس شما مثل همین کتاب درست کنید. اگر تونستید، خب اون وقت این هم محمد اختراع کرده. الله این شبهشون را جواب میده. و این کنتم فی ریب، اگر شما در شک بودید، در شک بودید در از چه نظر؟ فی کونه وحی من الله تعالی، در اینکه این وحی خدا نیست، شما شک دارید، شک بودید، مما نزلنا علی عبدنا، از آنچه که ما نازل کردیم، فرو فرستادیم بر بنده من، اگر شما شک دارید، فأتوا بسورة من مثله، بیاورید یک سوره مثل قرآن، یک سوره مثل قرآن. ببینید این نکته بسیار مهمی میخوام عرض بکنم که در تمام قرآن این بحث میاد، اونجا انشاءالله دیگه نیازی نباشد دوباره ذکر بکنم. اون بحث اینه که قرآن را الله عز و جل معجز قرار داد. معجز یعنی قرآن اعجاز دارد، و رقبا و کسانی که در مقابل قرآن هستند همه را قرآن عاجز کرد، ضعف و ناتوانی همه را ظاهر کرد، اونها را تحدی کردند، اونها را به مبارزه طلبیدند، گفتند شما مثل قرآن بیاورید، نتونستند. یه جایی فرمود مثل قرآن بیاورید، یه جایی باز تنزل کرد، مثل قرآن که نمیتوانی بیاورید، فأتو بعشر سور مثله، 10 تا سوره مثل قرآن بیارید. باز که نتونستن، خدای عزوجل فرمود فأتو بسورت مثل، یک سوره مثل قرآن بیارید. و هم در ادامه فرمود هرگز نمیتونی بیارید، یک سورهش را هم نمیتونی بیارید. خب قرآن اونها را به مبارزه طلبید که مثل قرآن بیاورند. از چه نظر مثل قرآن بیارند؟ یعنی کلامی مثل قرآن عربی باشد؟ نه، منظور عربیت نیست، چون که این تحدی و این به مبارزه طلبیدن فقط مال عرب نیست، مال عرب و عجم است، تا قیامت هست،
مال همه انسان ها هست. هر کسی که مد مقابل قرآنه بیاره مثل قرآن. از نظر چی پس؟ بعضی گفتن از نظر فصاحت و بلاغت، عموم میگه از نظر فصاحت و بلاغت، چون دور رسول الله دور فصاحت و بلاغت بود. افتخار مردم عرب ادبیاتی که اونها استفاده میکردن، چه از نظر نثر چه از نظر نظم، اون ادبیات و اون فصاحت و بلاغت و بیان و بدیعی که در میان اونها و در کلام اونها مشاهده میشد بود. لذا میگویند که معجزه قرآن هم بر اساس شرایط اون زمان بود، یعنی اینم خیلی فصیح و بلیغ، پس در فصاحت و بلاغت بیاورید. اما شیخ رحمه الله مولانا حسین علی میفرماید اگر این تحدی از نظر فصاحت و بلاغت باشد، اون وقت فقط مردم عرب را دعوت داده، در حالی که ما باید چیزی ذکر بکنیم که همه مردم دنیا را داریم دعوت میدیم، چه عرب باشه چه عجم، مثل قرآن بیارید. پس از چه جهت من مثلهی چی هست؟ از نظر، از هر نظر. شیخ رحمه الله می فرماید مثل قرآن در فصاحت، در بلاغت، در ندرت مزامین، بیان واقعات ماضیه. ببینید مزامین قرآن واقعا نادر هستند، هیچ جای تو هیچ کتابی تو هیچ تاریخی نیستند، و همچنین واقعات ماضی، هر چی که درباره گذشته قرآن میگه درست دقیق میگه. حتی کسانی که به اون گذشته مربوط هستن اونقدر دقیق نمیدونن. مثلا یهودی ها خودشون را یهودی میدونن، اون چه که از احوال یهودی ها، از احوال حضرت موسی، هارون، بقیه انبیاء بنی اسرائیل، ادوار مختلف بنی اسرائیل در میدان تی، در ایله، در عدن، در کجا، اون اندازه ای که قرآن درست میگه حتی خود اونها بلد نبودند. مثلا در رابطه با سیدنا عیسی، مسیحیان خودشون سرگردان بودن که ولیکن شب به هلام کشته شد، اعدام شد یا نشد. قرآن در دقیق میگه چی شد، چه اتفاقی اونجا افتاد. پس درباره اخبار ماضیه قرآن مجید دقیق میگه، و همچنین مستقبل، هرچی در آینده پیشگویی میکند، پیشگویی قرآن من و آن یک به یک عملی میشه، پیاده میشه، تحقق مییابد. پس چی شد؟ ندرت مزامین، بیان واقعات ماضیه، مستقبل و صادق بودن در اینها، و همچنین تأثیر امثال، چه مثال های بیان میفرماید، و مواعظ، چه مواعظه های قرآن، واقعا موعظه قرآن بی نظیر تک، و جامعیت دلائل و براهین، دلیل و برهان و مدرک قرآن میگه واقعا جامع هستن، و هم معقولیت، واقعا مطابق عقل هستن و مطابق عقل بودن. و همچنین عرض کنم که در زمینه های مختلف از هر جهت، احوال گذشتگان، احوال آیندگان، قرآن پس از یک جهت تحدی نفرموده، از هر جهت اونها را به مبارزه طلبیده. الله عز و جل می فرماید که اگر شما معتقدید که این از جانب خدای عز و جل هست، از جانب خدای عز و جل نیست، پس بیارید سوره مثل این، وادعوا شهداءکم من دون الله. الله می فرماید خدایانتون را بغیر از خدا، بغیر از الله هم بخانید، فرا بخانید، فریادشون بزنید. ای استعینوا بآلهتکم فی ذلک یمدونکم و ینصرونکم. این کثیر گفته از خدایانتون هم کمک بگیرید، ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگویید. در چی راست میگید؟ فی قولکم ان محمدا قد اختلقه من عند نفسه. شما میگی محمد این راست طرف خودش درست کرده. اگر راست میگی خب شما هم درست کنی، شما چی کم دارید؟
حال الله عز و جل پیشگویی می فرماید فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، این شرط است، اگر شما نمی توانید، و پیشگویی در جمله معترض است، وَلَن تَفْعَلُوا، هرگز هرگز نمی توانید. ببین این پیشگویی قرآن است، 1400 و اندی سال پیش شده و تا به امروز نتوانستند. ببین پیشگویی چطور راست و درست در آمد. پس وقتی که هرگز نمی توانید، ای بدبخت ها از عذاب خدا بترسید. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، اصل جزا مقدر است، اگر نمی توانی فآمنوا، ایمان بیاورید، ایمان بیاورید، پس بترسید از آتش، یعنی از اون جزا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بترسید از آن آتشی که اخگر اون آتش و زغال های اون آتش مردمان هستند و سنگ ها هستند. خب زغالش مردم بشه که مشخص مردم منظور مشرکین و کفار هستند، اما سنگ کدوم سنگ مراد هستند؟ بعضی گفتن که سنگ اون سنگ های آتشزا مراد هستند، گوگرد، اما بعضی دیگه معتقدند که مراد از حجاره بتهایشون هستن. خدای تعالی برای تذلیل و تحقیر بیشتر مشرکین حتی خدایان و بتهای اونها را تو آتش جهنم میندازه. وقیل المراد بها حجاره الاصنام والانداد التي كانت تعبد من دون الله، اون بتهایی که غیر از خدا پرستش میشدند. اعدت للكافرین، مستحقین اصلی آتش چی هستند؟ کافرین هستند. این سنگ ها آماده شدن برای کافرین، این جهنم آماده شد. پس عنایت داشته باشید که این بحث معاد بود، بعد از رسالت بحث معاد، قیامت، آتش دوزخ. الله می فرماید بعد از این سنت الهی هست. قبلا خواندیم که هرگاه آیت غضب ذکر بفرماید، آیه رحمت ذکر می‌فرماید. هرگاه آیه وعید ذکر کند، آیه بشارت و مژده هم ذکر می‌کند. چنانچه امام رازی در تفسیر کبیر گفته: و من عادت الله انه اذا ذکر آیه فی الوعید بل ان يعقبها بآیه فی الوعد، اگر تخویف ذکر می‌کند پشت سر اون تبشیر هم ذکر میکنه. پس این ربط آیه بعدی شد. حال الله عز و جل بعد از تخویف بشارت بیان میفرماید برای کسانی که مثل کفار ضد و عناد ندارند، ایمان میآورند. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، خوش خبرید بده، مژده بده آنهایی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. خوشخبری به چی؟ ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار، خوشخبری به این نکته که برای آنها است جناتی و باغاتی که جاری هست از زیر درختهایش، من تحت اشجارها و مساکنها، از زیر درختهایش و از زیر کاخهایش نهرها. چنین جناتی. و وصف دوم جنات، کلما رزقوا من ثمرات الرزقا، هرگاه رزق داده می شوند از میوهی از اون میوه های بهشت، رزقن رزق دادنی، وقتی که خدا به اونها رزق میده، بهشتی ها چی میگن؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، این آن چیزی است که ما قبلا رزق داده شدیم. قبلا رزق داده شدیم یعنی چی؟ دو توجیه داره، دو تفسیر داره. قبلا یعنی در دنیا، در دنیا همین رزق را به ما دادن، همین انار بود، همین موز بود، در حالی که اونجا مشابهش را میارن. از نظر شکل اون با این انار دنیا تشابه دارد، اون از نظر شکل با میوه دنیا شباهت دارد،
اما از نظر طعم نه، و اتو به متشابها، یعنی شبیه آن آورده میشه. خیلی رنگ طعمش فرق میکنه، خیلی ذائقهش تفاوت داره. انسان وقتی میخوره متوجه میشه نه اشتباه گفتم، فقط ظاهری از نظر ظاهری تشابه داشتن، شباهت داشتن. این یک توجیه. و توجیه دوم که هر بار میوه میآورن، میوه این بار با میوه قبلی از نظر طعم فرق میکنه. انسان فکر میکنه همون میوه است که چند لحظه پیش آوردن. گفته میشه نه بخور، این انار اون انار چند لحظه پیش نیست، این سیب اون سیب چند لحظه پیش نیست، این انگور اون انگور چند لحظه پیش نیست. هر لحظه تغییر میکنه طعمش، ذائقهش. پس من قبل در توجیه دوم، من قبل ای فی الجنه، چند لحظه پیش. چنانچه امام رازی فرموده قال الحسن، حسن بصری میگوید یؤتا احدهم بالصحفه، بعضی از بهشتی ها هستن که برای اونها دیس آورده میشه. صحفه همون دیسی، همون سینی که تو اون میوه هست. فیأکل منها، از اون میخورد. ثم یؤتا بالاخرى، دوباره بار دوم دیگه میارند. فیقول هذا الذی اوتینا به من قبل، ای همونه که چند لحظه پیش به ما دادند، به اصطلاح پذیرایی شدیم. در دنیا شما مهمانی را پذیرایی میکنی، بار دوم میوه میبری، میگه صرف شد خوردم. اونجا همینه میگه، میگه صرف شد خوردم. فرشته چی میگه؟ فیقول الملک کل، فرشته میگه نه بخور. فاللون واحد و الطعم مختلف، رنگ یکیه اما طعمش فرق داره. او میخوره، سبحان الله این چقدر با اون فرق داره. هر لحظه با لحظه قبل فرق داره. لذا الله میفرماید و اتو به متشابها، اون میوه آورده میشه متشابه آورده میشه، یعنی فقط شباهت ظاهری دارد، رنگش مثل او هست اما طعمش فرق داره. این وصف دوم بهشت بود. وصف سوم، ولهم فيها ازواج مطهره، و برای بهشتی ها در آن بهشت همسرانی هست، مطهره پاکیزه. پاکیزه در چی؟ پایینش دو کلمه می نویسید، در سیرت و صورت، یعنی هم از نظر اخلاق بد اخلاق نیستند، تندخو نیستند، قهر نمی کنند، عصبانی نمی شوند، و صفات دیگر اخلاقی که زنهای دنیا دارند ندارند. و دیگه اینکه از نظر صورت و شکل و زیبایی پاک، هیچ عیبی تو اونها نمی بینی، زیبایی بر زیبایی. چنانچه تفسیر معالم نوشته مطهرتون پاک، البته هر عیبی که زنهای دنیا دارند از همه اینها پاک. بعضی عیب ها هستن در این دنیا مال مرد و زن است، فرق نمی کنه. اونجا در بهش این عیوب نیست. مطهرت من الغائط والبول، از ادرار و مدفوع پاکند. والحیز والنفاس والبساق والمخاط، آب دهن و آب بینی و از این هیچ خبری نیست. والمنی والولد وكل قذر، از منی از بچه آوردن، از هر گند پاک هستند. و بعضی گفتن که این پاکیه چی شد؟ این پاکیه از کنم به اصطلاح جسمانی هست. و قیل مطهرتم من مصابی الاخلاق، از اخلاق بدن پاکند. پس از هر جهت پاکند. بین خاطر اون کلمات جامع هستند، پاکی در سیرت و صورت. و هم فیها خالدون، این وصف چهارم، آنان در آن بهشت همیشه میمانند. خب در گذشته ما این شبهه را خواندیم که جواب دادن الله تعالی که اونها میگفتن این قرآن کتاب خدا نیست، اگر بود برای بزرگان، برای صالحان، برای کسانی که ما اونها را مقدس میدانیم، مثال های حقیری بیان نمیکرد.
مثال های بی ارزشی بیان نمی کرد. جواب دادند الله عز و جل که اگر خب شما شک دارید پس شما بیارید کتابی مثل این کتاب، قرآنی مثل این قرآن. اینجا جواب دومیش است، خدا پروا ندارد از اینکه مثال بشر ذکر بکند یا ما فوق بشر. الله عز و جل هر مثال ذکر می فرماید ان الله لا یستحیی، الله بلا نسبت خجالت نمی کشد. یعنی ببین انسان از یک چیزی که خجالت بکشد اون را ترک می کند. مثلا میگیم بیا غذا بخور، کسی میگه من نمی خورم، خجالت می کشد نمی خورد. پس نتیجه حیا و خجالتی چی میشه؟ ترک میشه. پس اینجا الله عز و جل از این صفات پاک است که در الله تعالی بحث خجالت و اینها بیاید. بس مراد نتیجه هست، لا یستحیی یعنی لا یترک، خدای تعالی ترک نمی کند. ان یضرب مثلا ما، اینکه بیان بکند و بزند هر مثالی را، مثلا ما بعوضتا فما فوقها، این بعوضتا بدل است از مثلا ما، اون مثال مثال پشه باشد یا ما فوق بشه. ببینید مافوق پشه چیه؟ دو معنا میتونه داشته باشه. یکی مافوق پشه یعنی از پشه بزرگتر، از پشه بزرگتر کیه؟ مگسه. اما اکثر مفسران میفرمه مافوق پشه در همون صفت. مثلا پشه برای چی مثال مثال پشه را برای چی زدند؟ برای حقارت زدند. پس ما فوق پشه در حقارت، یعنی از پشه هم کوچکتر میشه ما فوق. باید یه چیزی باشه که از پشه در حقارت بیشتر باشد. او چی میشه؟ اون هر چیزی که کوچکتر از پشه باشد. چنانچه در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مثال پر پشه زده، لو کانت دنیا عند الله جناح بعوضه، او کما قال الاسلام، اگر دنیا نزد خداوند به اندازه پر پشه بود کافر یک جرعه آب نمی خورد. پس مافوق در حقارت هست. چنانچه می فرماید که المراد بالفوقیه، تفسیر روح المانی گفته الزیادت فی المعنى الذي وقع التمثيل فيه، مافوق یعنی بیشتر در اون چیزی که مثال واقع شده. مثال در چی واقع شده؟ و هو الصغر والحقاره، مثال در صغر و حقارت گفته شده. پس ما فوقش فهو تنزل من الحقير الى الاحقر، پشه حقیر است ما فوقش احقر میشه. لذا الله می فرماید ان الله لا يستحيي، الله ترک نمی کند ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، هر مثالی بیان بفرماید پشرا یا ما فوق پشرا. اما اینجا وقتی که مثال بیان میشه مخاطبین و انسان ها دو گروه هستند. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، اما آنهایی که ایمان آوردند آنها میدانند که همانا این حق است از جانب ربشان هست. و اما الذين كفروا، اما کسانی که کف کردند عنادن، فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، آنها میگویند الله چه اراده ای کرده از این مثال، از این مثال خدا چه اراده ای کرده، اراده خدا مراد خدا چیه؟ جواب یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا، الله به وسیله این مثال بسیاری راه گمراه می کند اونهایی که زد و عناد می کنند، و یهدی بهی کثیرا، بسیاری راه هدایت می ده اونهایی که عناد ندارند، متوجه می شند که واقعا این خدایان به اندازه عنکبوت و به اندازه پش پشه هم قدرت ندارند. و ما یضل بهی الا الفاسقین، در واقع گمراه نمی شوند
از این مثال ها مگر فاسقین. فاسقین یعنی الخارجون عن حدود الایمان، اونایی که از حد و چارچوب ایمان خارج شدند، مشرکین، منافقین، اونها گمراه می شوند، مؤمنین گمراه نمی شوند. فاسقین کی هستند؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، آنهایی هستند که عهد خدا را نقض کردند بعد از میثاق. ببینید همه انسان ها با خدا عهد دارند، بعد از میثاق یعنی بعد از اون پیمان، بعد از پختگی اون پیمان. این عهد عرض کنم که در وادی الست از انسان ها گرفته شده، لذا و عهده الى جمیعهم فی التوحید و ما وزع لهم من الادلت على ربوبیتی. عهد خدا در توحید است و در اینکه خدا را به عنوان رب بدونند، ادله به صورت به اندازه کافی هست، در آفاق هم هست، در کون هم هست، در قرآن هم هم هست. پس آنهایی که عهد را نقض کردن بعد از توثیق اون عهد و بعد از پیمان بستن اون عهد، و یقطعون ما امر الله به، و قطع میکنند اون چیزی را که خدا امر کرده به آن، بهی مبدل منه است، ان یوسل بدل است. چی را خدا امر کرده؟ اینکه ان یوسل اون وصل بشه، اون چیزی که خدا گفته وصل بشه یعنی ایمان، اونا قطعش میکنند. و یفسدون فی الارض، و در زمین فساد میکنند، شرک و بقیه گناهان و معاصی فساد هستند. اولئک هم الخاسرون، ثمره فسق، ثمره کفر چی هست؟ خساره در دارین. اولئک هم الفاسقون، ثمره فساد اینها فاسقند، اینها خاسرند، اینها در هر دو دنیا در خساره و در زیان هستند. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، حال الله عز و جل اینجا تذکر میده که شما چگونه کفر میکنید، چگونه انکار میکنید، در حالی که شما ببینید اصلا مراحل پیدایش خودتون را نگاه بکنید. دعوت به تدبر است، دعوت به تفکر است. الله می فرماید کیف تکفرون بالله، چگونه ای انسان ها شما کفر میکنی بالله، یعنی به توحید الله، در حالی که وقد و کنتم امواتا فاحیاکم، شما اموات بودید، مرده بودید، خدا شما را زنده کرد. ببینید شما در سوره مؤمن هم خواندید غافر، ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، دو موت دو حیات، این دو موت کجاست؟ و کنتم امواتا، شما مرده بودید. موت اول همون عدم ماست، همون که هنوز به دنیا نیامده بودیم، هنوز به عنوان زنده به ما روح نداده بودند. علامه عرض کنم خطابی در تفسیر معالم التنزیل نوشته کنتم امواتا ای کنتم نطفا فی اصلاب آبائکم، نطفه بودید در کمر پدرانتون، اون موت اول است. فاحیاکم، خدا شما را زنده کرد در دنیا، فاحیاکم نیست در دنیا، ما زنده شدیم. ثم یمیتکم، دوباره شما را موت میده در دنیا، بازم همین موت دنیا، پس دو تا موت شد و یک حیات. ثم یحییکم، دوباره شما را زنده میکند، کجا؟ در آخرت، در قیامت. پس معلوم میشه که انسان دوباره در قبر زنده نمیشه، در آخرت زنده میشه. ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، بعد از اینکه شما را اونجا زنده کرد به سوی خدا برگردانده میشوید.
یعنی همه بعد از زندگی و برخواستن از قبر به سوی میدان محشر می روید، به سوی الله عزوجل برگردانده می شوید. برای چی؟ لوزن الاعمال والحساب. اونجا شما را می برند، اعمال شما را وزن می کنند، از شما حساب و کتاب می گیرند. لذا الله عزوجل می فرماید که ها، این مرحله گذر انسان هست، گذشته انسان هست که انسان این مراحل را طی کرده، لذا این مراحل را الله برای شما ایجاد کرده. پس ای انسان، چطور میتونی به ربت کفر بکنی؟ چطور کفر میکنی؟ چطور دلت میاد؟ هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. اون دلیل انفسی بود، این دلیل آفاقی هست. الله آن ذاتی هست که آفرید برای شما تمام آنچه که در زمین است، یعنی خدای تعالی این مراحل خلقت خود شما را هم ایجاد فرمود، برای شما در زمین هم تمام ما یحتاج و نیازات شما را پیدا کرد. شما ببینید انسان هرچی نیازش هست در زمین است، و سبحان الله هرچی به پیش می رود نیازهایش بیشتر میشه، بر اساس بیشتر بودن نیازهایش الله تعالی از همین زمین برایش کشفیات جدیدی را نشان میده. در گذشته این همه رزق و روزی نبود، این همه پول نبود، این همه سرمایه و امکانات نبود، این همه ثروت و دولت نبود، چون اون زمان جمعیت کم بود، مردم نان خشکی میخوردن، مردم یک لیوان شیر میخوردن، دیگه چیزی نبود، چند دانه خرما میخوردن. الان که جمعیت بیشتر شده، طبیعتاً باید انسان ها از گرسنگی بمیرند، اما هرچی که جمعیت بیشتر میشه، الله عزوجل برای انسان امکانات جدیدی از همین زمین، خزائن کشف میشن، معادن، نفت، بقیه عرض کنم که کشفیات هستن. همه اینها منجر میشن به چی؟ به توسعه، منجر میشن به سرمایه، منجر میشن به فراهم بودن امکانات. پس همه را الله عزوجل داره به انسان راهش را نشان میده. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. الله آن ذاتی است که آفرید برای شما هر آنچه که در زمین است، برای همگی شما. ثم استوى الى السماء. بعدن الله عزوجل التفات فرمودند و مستوی شدن به سوی آسمان ها. استوى اقبل، یعنی روی آوردن به آسمان ها، متوجه شدن به آسمان ها. فسواهن سبع سماوات. الله عزوجل اونها را، اونجا را هفت آسمان برابر کردند. فسواهن سبع سماوات. سواهن به چه معنا هست؟ معنا تسویتهن ای تعدیل خلقهن. آسمان ها را برابر خلق کرد. و اخلاؤه من العوج والفتور، و از کجی و از شکاف و از پاریدگی خالی هست، کاملا برابر است. فسواهن معناش اینه، سبع سماوات. پس ببین در زمین هم برای شما همه امکانات و ذخایر را الله ایجاد کرد، ما یحتاج شما را، و بعد هفت آسمان را بالای سر شما درست کرد. و تنها اینجا نه، و هو بكل شيء علیم، و اون ذات به هر چیز عالم است. البته اونجا ثم استوى الى السماء، خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء، اون بیان قدرت کامل هست، و هو بكل شيء علیم، این بیان چی هست؟ علم کامل است. وقتی که این دو چیز ثابت بشه، چی ثابت میشه؟ الوهیت ثابت میشه. یعنی وقتی که اون قدرتش کامل است، علمش کامل است، پس یا ایها الناس اعبدوا ربکم، این رب را که علم و قدرتش کامل است، این را چی کنید؟ فقط پرستش و عبادت کنید. صدق الله العظیم.